که به نفع انگلیس ها نبود. باری وقتی که ایشان آمد و عرض کنم که سردار سپه شد و این حرفها، میخواست که این نهادهای مشروطه رو دور بزند و استبداد رو به چنگ بگیره. این جنبشی که برای جمهوری خواهی شد، این برای این نبود که جمهوری شکل نمیدونم ایالات متحده و فرانسه برای بام بیاورد، نه، استبداد فردی میخواست که کارهاش سریع انجام بده و نهادهای مشروطه رو مزاحم میدید. این است که عرض کنم که طبل جمهوری زد و وقتی که کار بالا گرفت، دید رضا شاه، ملاحظه کرد و به تجربت دریافت که این نهادهای مشروطه محکمتر از آنی هستند که ایشان بتواند این نهادها را دور بزند و یک استبدادی از اون بالا بیاورد. وارد فرایند قضیه شد، از بی‌عرضگی قاجار هم استفاده کرد و در مجلس پنجم رأی گرفت و با رأی مجلس پادشاه شد، که البته این کار زیر پا گذاشتن قانون اساسی بود. از کنم نوتمون نوت خواه احمد دکتر صدر هست و از صورت دولت آبادی و علا اینها سخنرانی کردن و مخالفت کردن تحقیقاته و اینها، اما اکثریت گفتن خیر، ما اشاره ها از کنم که اشتباه گرفته بودن، قضیه امنیت رو با قضیه آزادی اشتباه گرفته بودن اینها. داری ایشان آمد و از صورت که با مشتهای آهنی 15-16 سالی با یک خفقانی که نظیر نداشته در تاریخ ایران، مردم وحشت داشتن در روزگار مرحوم رضا شاه. ما ازشون به احترام یاد میکنیم، اما فراموش نکنید استبداد رضا شاهی به وجهی بود که نظیر نداشته واقعا. عرض کنم شروع کردن ایشان به تضعیف بنیاد مشروطه و عرض کنم که بستن در مجلس، در واقع نبست در مجلس، اما منتخبین خودش رو میبرد و شروع کرد به کشتن مخالفان. مدرس رو کشت، میرزاده عشقی رو کشت، سردار اسد بختیاری رو کشت، عرض کنم که علی مردان خان بختیاری رو کشت، عرض کنم که ملک الشعراء بهار رو خواست بکشد که نشد، کسی دیگری رو کشتند و روزگار خفقان و روزگار استبداد بود و در عین حال پیشرفت‌ها هم بود، یعنی کسانی بودن یکنان بزاشت که میخواستن که پیشرفت ها بشود، ایشون هم عمل میکرد و فضیلت ها هم داشت این مرد باری، اما با مشتای آهنین بود و زور بود. روزنامه‌نگار رو مشت به دهانش میزد که عرض کنم که دندانهاش به دهانش میریخت، چیزی به نام آزادی قلم و بیان اینها نبود. این که میدونن رضا شاه رفت چون مردم خائن بودن نیامدن بگن کجا میبری، نه، مردم چراغان کردن به جهت این که این مملکت، این مردم، شما بخواهید نخواهید، تاجر باشید، ثروتمند باشید، دست راستی باشید، نصب بکنید نکنید، فرقی نمی کند، مردم چراغان کردن. جامعه را هم نمیشود نصب کرد، همواره این استبدادیون مردم رو نصب میکنن، محکوم میکنن، همواره مردم رو محکوم میکنن. آقا مردم جاش گرفتن پدر جان، چون راحت شده بودن. هر کد این مرد با همه خدماتی که کرده بود و کارهایی که کرده بود، یک نفر نیامد آقا این پیشواز این در این شهری که رفت، در اصفهان و کرمان و اینا، هیچ کی. نمونه بارزش سرلشکر سیاه‌پوش بود، سرتیپ سیاه‌پوش سرباز لشکر کرمان فرار کرد، من نمیخوام اینو ببینم، معاونش رو فرستاد. اینها حقایق تاریخی است، ما نمیتونیم بگیم مردم خائن بودن، نه، ترسیده بودن، میترسیدن، دوست نمیداشتن ایشون رو. حالا بگو مردم خائن بودن. آقا مردم خائن بودن یعنی چی؟ مردم مردمن، مردم که چه خیانت میکنه؟ مرد کسی به خودش خیانت نمیکنه که. زور رو دوست ندارن آقا جان، زور رو کسی دوست نداره، مشت آهنی رو کسی دوست نداره. هر جا زور هست مقاومت هست، امروز هم زور هست مقاومت هست. 1320 بوده جنگ جهانی دوم، ایشون در حقیقت دستگیرش کردن، دستان ولی نزدن. اونچنان این بیچاره فرار کرد از تهران که یه تخم مرغ گندیده وسط راه، اینا همه شاهدان عینی هستن، پرونده هاست. بعد رفته منظر کازرونی، بعد این اسنادی که از مردم گرفته بود 5-6 هزار سند که به زور دجنک این بزرگوار املاک مردم رو گرفته به نام خودش کرده بود، دکتر سجادی وزیر داعش بود، او رو فرستادن. اینا حقایق تاریخی، حالا شما خوشت نمیاد اگه گردن بیزنه بیرون بذار بزنه بیرون، رفتن اونجا واگذار کرد و که الان داستانش دراز هست و ایشون از مملکت رفت و آزاد شدن. مردم چراغان کردن، آقا سخنرانی نخست وزیر هست، آقای فروغی اومد و آقا ما راحت شدیم. این چونده کوچک ترین اشاره این آقای فروغی زکاء الملک که انگلیس ها میخواستن او رئیس جمهور بشود و قبول نکرد، گفت بهتر است پسر او رو بیاورید شاه بکنید. این مرد بزرگ در سخنرانی که در رادیو
ایران کرد، رادیو تهران سابق کوچکترین اشاره به اقدامات اصلاحی مرحوم رضا شاه نکرد و فقط گفت آزادی ما از دست رفت، ما باید آزادی رو به سنگ ببریم. این سالهای 1920 تا 1932 با همه ضعف و فتوری که عرض کنم که بابم جفاکم بود، اما این گلوبولهای سفید باز جان گرفتن. احزاب سیاسی پدر جان، مملکت نیازمند احزاب سیاسی. نمی شود کشوری رو اداره کرد بدون حزب سیاسی. با مشتای آهنی نمی شود کشور رو به لحاظ اقتصادی پیش برد و به لحاظ سیاسی از صحنه بیرون انداخت. نمی شه چنین چیزی. این تئوری که می گویند عرض می شود که سرمایه داری تبدیل می شود به دموکراسی و لیبرالیسم، از همین جاست. چون محیط سرمایه داری نهادهای مختلف مؤسسات پیچیده به وجود میاد، مدیریت یک نفر دیگر کار نمی کند. مدیران مختلف در کشور به وجود میاد، امپراتوری های مالی به وجود میاد و این تبدیل می شود به دموکراسی. این فرضی بوده از روزگار قدیم که می گفتن اگر می خواهید کشور پیشرفت بکند، دموکراسی بشود، از استبداد شروع می شود. استبداد سبب گسترش سرمایه و اقتصاد می شود، نهادهای مختلف به وجود می آیند، نهادهای مختلف، مدیران مختلف، موضوع تقسیم قدرت و رفته رفته اندیشه رأی‌گیری و به کار بستن خرد جمعی. این فرمول بوده و هنوز هم هست که البته یه استبداد کار نمی کند. ثابت شد که این استبداد هم هر کنم اقتصادش هم به درد نمی خورد. و این آزادی که بوده است بین سالهای همون 1932 محتر بوده. در اینجا بزرگترین دستاورد ملت بزرگ ایران در اینجا است که به دست آمده. یعنی ایران تنها کشوری بوده است جهان سوم بعد از آمریکا، که البته خیلی قدیم بود آمریکا، که توانسته بریتانیای کبیر رو بیرون بکنه از این مملکت و از این ملت بیچاره اعاده حیثیت بکند از انگلیس و حقوقش رو بگیره. این داستان صنعت نه فقط موضوع اقتصادی دشمن ها رحمه دکتر بسرده تنیان چرچه میندازن آقا اگر این رو گرفته بود یک سن اینجا یک سن، موضوع یک سن دو سن اقتصاد نبود، موضوع استقلال مملکت بود و قانونمندی بود. اینو نمیفهمن. خب نفهمن اینکه کسی بیاد زنی کسی رو رید بکنه، نمیدونم چند سال تجاوز بکنه اینها، بعد حالا بر بیا حالا به معامله بکنیم، حالا ما میشیم رید دیگه نمیکنه. نمیشه، تحمل نمیکرد اون مرد دیگه انگلیسی رو در مملکت با جنایتی که اینها در این مملکت در طب خاورمیانه و آفریقا کرده بودن. باری این بودن دستاورد بوده در همون سالهای آزادی، از همین طریق تحزب بوده. نخست وزیر ایران مهم بود وقتی آقای مثلا قوام سلطنه حرکت میکرد. کشور ایران کشور محترمی بود چون دموکراتیک بود. گفتن آقای نخست وزیر حرکت کرد از ایران به مسکو، از یک کشور فقیر درجه سوم یک سیاستمدار ایرانی به عنوان در پوزیشن و پست نخست وزیری خودش رسونده بود در کالیب استالین. این مرحوم قوام سلطنه سیاستمدار بود در حد چرچیل، همین احمد قوام سلطنه، به جهتی از یک کشور دموکراتیک میمد با مندیت و پشتوانی مردم احترام رو کسب کرده. دیکتاتوری که شرف نداره که تا بعد میرسیم به کودتا. این کودتای منحوسی که 8 مرداد یکی از عرض کنم که حوادث بزرگ تاریخ انسان هست در واقع به نظر من، که تاریخ امروزین خاورمیانه مربوط میشود به اون کودتا. و بعد هم شروع شد داستان استبداد، و که البته استبداد خیلی دربار کاری نداشته اینها و همواره تو توطئه میکرد این دربار. تا یه 4 دلار پول نفت هم به دست اینها افتاد، خودشون رو گم کردن، شروع کردن برای انگلیس ها سخنرانی کردن و آمریکایی ها رو دست دادن و عرض میکنم هر جا سرجنبان بود اینها یا کشتن یا بیرون کردن یا کار ندادن. تهمونده این مؤسساتی که بر اثر مسیح آمده بود از ریشه برانداختن، هیچی نمان آقا دو تا روزنامه داشتیم مملکت. داستان همه شده پوز، همه شده پوز و تعظیم و تکریم و مداحی و یک نفر، فقط یک نفر بود که حق داشت. این یک نفر حق 30 میلیون رو گرفته بود، حق سیاسیش رو به خودش اختصاص داده. یه مدیر کلی میخواست در بندر عباس مسافرتی بره 4 روز بره دبی، این وقت از این آقا اجازه میگیره. اینا چیزهایی که بارها گفتیم، ولی ما گفتیم نره و میخواه همین در سنگ. فقط هم ارز کنم مردم فقر بود، بیچارگی بود، بیعدالتی بود، ورشکستگی اقتصادی بود. با این بالا پایین شدن قیمت نفت، آقا ما که اقتصاد بنیادی نداریم، که چیزی ما نداریم، ما مردم فقیری هستیم. ای حنا بنده آمدم آمریکا، این طرفری که عرض کنم که یه استبداد سابق حساب کردم، میگم به اندازه تولید غذای سگ و گربه و شوینگام نیست این اقتصاد ایران. امروز هم چنین هست.
این بار افتاده بود خلاصه به شکم اینها باد قدرت و اینها خودها میدادند و اینجا بنز رو بخریم و فردا آهن فیلادلفیا رو بخریم و پس فردا بریم چه بکنیم و اینها هر سبتی. اما از توخالی بود، توشالی بود، این داستان بسیار توشالی بود، همه چیز توشالی بود. انقلاب در گرفت، مردمان ناراضی، فرهنگیان ناراضی، سیاسیون ناراضی. عرض کنم که دو نفر از دوستان من اینجا نشستن، شاهد بودن، شاهد ماجرا بودن، در وقت ماجرا بودن. آقای رضاوی اینجا شاهد است و سیامک اینها در وقت کار ما میدیدید چه بود. این شاه را اون شاه را میگرفتن، هر کس جیوه داشته میدونم تتونی داشت میگرفتن، خوش و ناخوش میبستن، چک میبونن به این کمیته میزدن میگرفتن چه کاره هست اینه، دیوانه شده بودن این نواخه. رک کشور نظام سیاسی نداشت که بتواند در بروز حوادث یک آلترناتیو دموکراتیک و درست ارائه بکند. همه تونه یک نفر، حالا همه خائن شدن جز اون یک نفر. خیلی عجیبه ها در این مباحث ها، مثل که شما بره به مدیر بی اف گودریچ، یک کسی اومده با ضرب چماق مدیریت اینجا رو گرفته، کسی از ترس اینه میتونه آب بخوره بعد ورشکست بشه، یا میگه از اون نمیدونم منشی و اون مهندس و اون رفته رو بگیریم به دار بکشیم، میگیم آقا شما خائن بودید. آقا چه خائنی؟ آقا داستان چه بوده؟ آقا اینجا یک به صورت گاوداری مملکت اداره میشده، از یک سو یک اندک پولی آمده بود، سر صورتی گرفته بود در بابر غلکی در تهران، و از سوی دیگر از سوی مردم یک سره از صحنه سیاسی بیرون بودن. فراموش کردی چه بوده؟ حزب رستاخیز رو فراموش کردی؟ هم وطن هر کس میخواهد در مملکت من بماند جز این حزب، هر کس نمیخواهد حتی تومانش بدهید برود، فراموش کردی؟ مردم من مثل میمون با دستاشون کار را میگیرن، فراموش کردی؟ انقلاب شد پدرشان، مردم بیستن به خیابان ها، اما کسی نبود، کسی نبود، نه حزبی، نه تشکیلات دموکراتیکی، نه نمیدونم ساتی که بتوانه کشور رو در این موقع نگه داره، همه چیز خرد شد. مردم بودن، مردم ایران بودن. ما در این چند میلیونی که بیرون آمدن نه آمریکایی دیدیم نه سوئیسی دیدیم، البته ایران جای مهم نیست، اومدن و خارجی ها البته استفاده بردن، سود بردن، بیشترین سودها رو آمریکایی ها بردن به خاطر اینکه تا بودن اون دولت سابق به عنوان ژاندارم منطقه و اینها و روسیه برتر کار، اینها نیروهای نظامیشون رو خلیج فارس نمی آوردن، از یک سو از روزها میترسیدن، از یک سو بگوتن نیازی نیست، و بعد سودها بردن در عراق، در بغداد، نمیدونم در عربستان، اینها امروز عربستان بود، کرکایگاه آمریکا، همه اسپونزه های آمریکا در عراق و اینها سودها بود که اونها بود، اما این دلیلی نیست که خارجی در مملکت ما انقلاب کرد. کاستی ها رو نگاه کنه، این تاریخ نمیسی و تاریخ نگاری با تعصب و منافع و پولگیری و اینها که نمیشود نوشته، عزیزم دیگران نوشتن، همه این اسناد هست. یک آدمی آمده، یک جنرال نمیدونم دست دو، آقا با تو بیرون از این مملکت، اون آقای سلیمان مرتب به ساعتش آقا بگیرین من تو طبیله، شما چی کاره هستین آقا میمازین تو مملکت من چی میگین؟ اما وابستگی به حدی بود که میسر نبود که نیشید. هیچ کس هم گمان نمی کرد در تاریک ترین از کنم رویاها که آخوند بخواد یه دو در این کشور بخواد پادشاهی بکند، استعداد آخوندی. اما چیزی نبود، شاید چند نفر ورشکسته سیاسی مثل بازرگان و سنجاقی که بدبخت در اون تاون اینا هم زنده بودن، فقط نه تشکیلاتی داشتن نه کسی اینا رو درست میشه نه این بختیار بیچاره با این همه درایتی که داشت و از کنم شجاعتی که داشت، این بختیار آدم درجه سه ای بود در روزگار محروم بکنه افتاده، با این وجود از خودش شجاعتشون داد، خوش کرد به حزبش و آمد نخست وزیر، چطور پیدا نمی کردن نخست وزیر بکنن؟ ببینید چقدر ورشکست بوده من بکن، فراموش نکردیم که حالا نمیشنم بگم مردم باید این خارجی آمدن چیه؟ خارجی آمد انقلاب کرد یعنی هیچ مشکلی در مملکت نبوده. در جنوب تهران مردم در حوض ها میمدن توالت میکردن، در جوی ها ده خانواده یک شیر آب داشتن میمدن از اون آب میخوردن، در بلوچستان کسان یونجه میخوردن،
چه خبر شده بود در اون مملکت مگه؟ چی داریم ما؟ نگاه کنید به این آقای جین جغرافیای سیاسی ایران، ببینید ما چی داریم؟ یه جاده داریم، شکاف دانشگاه. خبری نشده بود در اون مملکت. چیزی درست نشده بود. من بی‌خبر بودم از این ماجرا. یه روز با یه آمریکایی وارد پوز برو آقا بیا بهت نشون بدم چیزی نداری، نگاه کن نقشه هند، نگاه کن نقشه خودتون، نگاه کن یه جاده در این بندرعباس هست اون بالا که هند ببین مثل شبکه‌های در هم راه. اصلا جاده نداشتیم ما، زیربنایی چیزی نداشتیم. ترقی کرده بودن یه کارخونه مونتاژ نمیدونم ناسیونال گشته بودن تق و تق می‌زدن من چیزی کارخونه رو دیدم موتور روکس اینا می‌ذاشت کیکان می‌ذاشت یادم میاد. بعد با این پایین رفتن قیمت نفت علم می‌ذار رفتم پیش رئیس گفت علم ورشکست دادی بیچاره شد. خبری نبود این همه سر صدا می‌کنی. خب البته هر سیستم استبدادی هست، امروز هم هست، 10% این تمام راندخاران ایران میلیونرن امروز، بیلیونرن امروز به خاطر این استبداد. من مطمئن هستم فردا انقلاب بشود و عرض کنم که اینا بشن اپوزیسیون، نه اینجا می نشینن منتها با چادر احتمالا این یقه‌های چیز بودن عجب جای خوب بود اومد بودن. خیلی عالی بود انقلاب اسلامی. من میخوام خدمتتون عرض کنم که اساسا دستاوردهای مادی مطلبی نیست. ما جزباسی جستجوگره یک دموکراسیه بدبخت بیچاره بی نفته عرض کنن که کشاورزی بدبختی باشید، نه جستجوگر یک استبداد سری کلوفی که عرض کنن که به تظاهر تدویر میکند. به قول احمد شاملو هندوستان رو نگاه کنید، این هندوستان برای ما مدل خوبی خواهد بود. یک مردم فقیر استعمار داده بدون نه. امروز کشور محترمی است هند، بزرگترین دموکراسی روی جهان هست، روز به روز هم در حال گسترش هست. 600 میلیون نفر فقط طبقه متوسط داره هندوستان. از برکت اون دموکراسی که در قانون اساسیش میگوید ما مردم، نه الله مدینه اونجا دارد نه لورشیوا جایی دارد، ما مردم. به نام مردم شروع میشه این قانون اساسی دموکراتیک هندوستان. و امروز خدمتتون بارها عرض کردم ما چاره‌ای نداریم جز ملغا کردن حزب الله مدینه. امروز حزب الله مدینه بر سر کار هست. آخوندهای خوناشام روزی از هفتفه زنگ زده بودند که این نیشکرزفه در همون روزگار سابق 5,000-6,000 نفر کارگر داشت. خب شکر ایران دارن به آیت الله مکارم شیرازی، من مکارم در این آدم ندیدم، مفاسد دیدم. این آقام داره ورود شکر رو به پسرش و اینا گفت شکر برای ما کلی 500 تومان تولیدش خرج داره، اینا میآورن زیر 500 تومان از کوبا میفروشن. تمام این کارگرها بیچاره شدن و بدبخت شدن و اخراج کردن. گفت 2000 نفر مانده این سماسما به ما حقوق نمیدهن، تو کارخانه ورشکسته است. هر گوشه ایران رو بگیرید همین هست. این اژدهاهای عرض کنم که از کرمهای قادسی رشد کردن افتادن به جانی مملکت. کمتر کشوری در این 100 سال گذشته این مایه انسانهای شریف و بزرگوار در راه آزادی داده، جان دادن این بچه‌های شجاع. از روزگار بسوطه بگیرید، از مجاهدین تبریز بگیرید تا بچه هایی که در زندان نخشته شدن توسط این جنایتکاران الله مدین. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، برگردیم یک بخشی از این عرض کنم که داستان عرب ها رو بخوانیم. بنده وارد خدمت رو عرض کردم این اسلام عزیز هیچ چیز اصیلی نداشته، همش غرب کرده و التقاط کرده، غرب کرده و اعتقاد کرده. میارم خدمتتون این داستانی کثیف سفاس بوده در بین عرب ها. به چند لحظه فرگو سخنی صدای من باش، برخوان غزلی لبای من باش. رخیز و نسیم در هواری با سبزه بیا،
صفای من باش. تا باز روم به خانه خیش، تو قافله دعای من باش. Thank you.
بچه‌ها وطنان گرامی، یک بحث همایون شنیدیم از سرپنجه استاد جلیل شهناز و لاحقی، اینا هنرمندان بزرگ ما هستند و وقتی که چیز دیگری پخش شد صدای آقای میهودی رو که خیلی هم البته زیبا خونده بودن شد کردن که دوست عزیزم آقای یزدان‌پناه یک تقلبی کرده کرد و ایشون اهل تقلب نیست بودم بارتن این که همایون نیست که گفت که مثل که اشتباه شده خالصه بله درود برسن به دوست گرامی بسیار زیبا بود آقای یزدان‌پناه گرامی دیشب من خدمتشون بودیم و جای شما خالی بله برگردیم سر موضوع این که حالا آخوندها نشستن که این برای اسلام بوده آقا در هیچ جای جهان تا اونجا که بنده مطلعه هستن هیچ کس برای اسلام تا حالا انقلاب نکرده اسلام به زور شمشیر به سرشون تاخته اما هیچ کس برای نماز و روزه نیامده کجا این انقلاب اسلامی بود کجاش مردم جستجوی در اسلام بیشتر بودن مگر کم بود نماز و روزه بود کم بود حج بود چه بود داستان اینم مغالطه آخونده باری ولی امروز شنیدم که یک هموطنی زنگ زدن که آقا در هر چند مطلب در هم است واقعا دادن است من نمیدونم واقعا میشه و در جامعه غیر از جامعه ما این چیزها رو تحمیل کرد و این مردم صبور ما میشه و دید که چگونه ما از این طوفانهای تاریخ گذشتیم با تحمل با بزرگواری و صبر دیدم که یک جوانی عصیب پاشیده است به صورت یک دختری و بعد در ایران ما دکترهای قصاص داریم از این پاسدارها میبرن یکی دو سال تو این دانشگاه‌ها ایران چیزی هم یاد نمیگیرن فقط چشم درآوردن نمیگن دکتر قصاص یاد میگیرن که اگر یک کسی کار فرو کرده بشکنه که این آقای دکتر هم کار رو فرو کنه بشکنه همون مقدار یعنی قوانین توحش که مربوط بوده است به بیابانگردان 1500 سال پیش اینجا دارن اعمال بکنن و حالا گفتن که اسید بکنیم در چشمای این و گویا کسی حاضر نیست همچین پرونده در جریان است مایه خجالت اینا قوانین لایه تبدل الهی است برای که بنده به شما نشان بدم این قوانین لایه تبدل الهی نیست عرض کنم که بنده میارم عرض کنم که تاریخ پیش از عرب که اینها چه می کردن خب می کنم قسمت رو از کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام هم بطر گرامی هیچ چیز جدید در اسلام نیامد چیزی از آسمان نیامد غیر از برف و باران تگرگ سنگ های آسمانی و این هایی که ما می گویم ستاره دنباله‌دار می گن کامت اینا آب دارن اینا بسیار آمدن به زمین که این آب زمین از اونجا نه جبرئیل از آسمان آمد نه هیچ آدمی از آسمان آمد نه هیچ وحی از آسمان آمد خلاف عقله من میخوام خدمتتون عرض کنم که مقصود از تعلیم و تربیت و ادوکیشن اپیخور به قول ما اپیکو به قول این فرنگی ها در 2200 سال پیش گفت مقصود از تعلیم و تربیت و تحصیل فاصله گرفتن از خرافات هست بنابراین اگر آدم تحصیل کرده دیدی ظاهرن که از کنم منتظر شفیع روز قیامت هست و آویزان می شود به قبر اعراب برای گوشای سرکار بدانی که این مسئله این مسئله خر عیسی است که گرش به کعبه برند چون بیاین هنوز خر باشد وقتی شما می روید به دانشگاه یعنی به جایی می روید که علوم مدون و مرتب شده در واقع این علوم عقلی و اساسا علوم به مثابه این هست که شما در یک گنجه فایل های مختلف و مرتب و منظم گذاشته باشید یک فایل پزشکی است یک فایل که خودش فایل های دیگری دارد فیزیک هست فیزیک عالی است فیزیک معدنی است
نمیدونم به وقت شیمی عالی، شیمی معدنی، فیزیک کلاسیک، فیزیک مدرن، غیره و زاله، کدوم زمین شناسی و غیره و اینا. اگه شما در دانشگاه این نمی روید که دکترا بدهد در شفیع روز قیامت، یا دکترا بدهد در اندازه گیری فشار قبر، یا احضار روح، یا تسخیر جن، به جهت اینا خرافات هستند، اینا که عقلی نیستن که. بنابراین تکرار میکنم، مقصود از تعلیم و تربیت و تحصیل نفس خرافات هست، یعنی اون چه ضد عقل هست، یعنی کسی میره تحصیل بدهد، یعنی به یک درجه از خردمندی رسیده در یک رشته ای که همه اینها مبتنی بر استدلال های نیرومند عقلی، مبتنی بر مشاهده و تجربه. شفیع روز قیامت فردا هر کسی به شفیع ایزلنده است، ما این مدست دامن معصوم و مرتضی. سعدی هم اینجا خرف شده بیشاره، بدبخت سنی هم تازه بوده. علی ای هم آقای رحمت تو چه آیت خدا را شهریار بدبخت هم دیوانه شده بود. نواخره هم نامه نوشته به این سرم محقق ارمنی اینجا نشسته برای این نامه می نویسه، به عنوان آدم نوشته بوده که چه میخواهی این دیر رو رها بکنی. و عرض کنم که مشرف که شدیده همین داستان، عرض کنم که شیعه دوازده امامی و عرض کنم که به نور اسلام وجود از منور بشه. آدمی که دیوانه نباشه هم چیکاری نمی کنه که، چیکار به دین مردم داری مرد حسابی. نتیجه این شده است که از همه اشعاری که این بابا گفته و این هم اشعار زیبا، همین کثیف‌ترین شعرش رو که واقعا حاصل دیوانگی است که نه خدا تبارک و تعالی گفت، این بابا مونده بوده که این پسر ابو طالب خدا هست یا خدا نیست. فکرشو بکنید که در تمام مقبره در تبریز اونجا علی ای همای رحمت که آیت خدا هست. خب میخونم خدمتتون تاریخ عرب قبل از اسلام، اینو در دانشگاه ایران تدریس میکنن این کتاب رو. اما اسیران زن باید به همسری گرفته میشدن، همه کار از اسلام حذف کرد. اینها مردمان بیابانگر بودن، عرض کردم اون جهالتی که اینها میگن اون چنین نبود، به خاطر اینا شهرها داشتن، شاهزادگان داشتن، بازرگانان بزرگ داشتن، خردمندان داشتن در شهرها. در بیابان ها کار قارت بود و عرض کنم این قبایل از این سو به اون سو حرکت و جستجوگر مراتع، اینها جنگ خونریزی بود. به جز ماهای حرام که اینها برای دیدن بت ها اینا میبودن، شمشیرهاشون به دور میانداختن. اسلام عزیز که آمد در ماهای حرام هم جنگ را آغاز کرد و شکست این سنت خوب حرام رو حد دردن. جنگ شد 24 سال. خب بخونم. اما اسیران زن باید به همسری گرفته می شدن، مثل صفیه که خود حضرت شون گرفتن، یا به عنوان کنیز به خدمت گماشته می شدن. هنگامی که یکی از افراد قبیله ای مردی از قبیله دیگر را می کشت، قبیله مقتول ملزم به خونخواهی و انتقام از قاتل بودند. از این رو از قبیله قاتل درخواست می کردن تا او را جهت قصاص به آنان تحویل دهد. هر کدام این قصاص نخستین باری که تا اونجا که بنده می دونم آمده در 1500-600 قانون، احتمالاً 1700 قانون حمورابی در بابل، اینا روی سنگ نوشته شده و در ایران کشف شده و امروز در موزه لوور هست. این قوانین تورات و این قرآن شریف و این داستان ها که میگن جبرئیل آورده، نه، حمورابی آورد. خب به قصاص تحویل دهن. خب چه میکنم؟ اما تسلیم قاتل برای قبیله ننگ محسوب میشد. در سوی دیگر پذیرش خونبها نیز برای قبیله مقتول که در سر دست یافتن به قاتل بودن ننشمرده میشد، چون قبیله قاتل از تسلیم او امتناع میورزیدند و به حمایت و از دفاع از وی برمیخواست، ناگزیر میان دو قبیله آتش جنگ شعله میکشید و گاهی جنگ سالها ادامه مییافت. بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که این قانون قصاص که از زمان حمورابی بوده و در بین اعراب و بادی هم پراکنده بوده، چنین وجه بوده که وقتی جیش هم میگوش آقا بده ما قصاص کنیم، خب اونا نمیداد که سرش نمیداد. نه، قبیله به عنوان یک واحد پیوسته بود، اعضاش مختلف مثل اعضای بدن یک آدم دفاع میکرد. آمدن گفتن خب آقا بخاطر اینکه از جنگ جلوگیری بشود که ممکن 30 سال 40 سال جنگ بشود به ساکوسا، با این رو بدهید. اگر که ابو قاتل رفت زد ابو صارخ رو کش، ابو قاتل رو بدهید به قبیله ابو قاتل رو بکشد.
که این جنگ و خونریزی نباشد. حالا این قانون را آوردن در عصر مدرن در قرن 21 در ایران در تهران دارن اعمال میکنن. خب عجب صبری خدا داره، واقعا عجب صبری ما مردم داریم. اینجور نسبات رو و اینجور نمیدونم فرومایگی رو به هیچ ملتی نمیشه تحمیل کرد جز ملت ایران. خب خیلی خوب، بله. بعد میگوید که و گاهی جنگ حالا ادامه یافت تا اینکه افراد خیرخواه از قبایل دیگر جهت فیصله جنگ میانجیگری میپرداختند. گاهی نیز برخی قبیله ها برای قبیله ها پرداخت دیه را به عهده میگرفتند. یعنی یکی فیلسینکش اینا صلح نمیشد تا یه قبیله دیگر میگه آقا ما به خونبه های این دیه این رو ما به شما میدیم دست کنیم، اینقدر جنگ با هم نکنیم. خونده های هر فرد در میان همه قبیل ها صد شکر که امروز هم فکر میکنن که همینجور باشه. حالا این باید نگاه کنم به این قانون جزایی مدرن جمهوری پر برکت اسلامی صد شکر. حالا چرا شکر؟ به جهتی که شکر مهم بوده، بدون شکر قبیله نمیتونست، عرب بدون شکر نمیتوانست زندگی کنه، همه چیزش این شکرش بود. صد شکر جریمه خیلی بود. بعد میگوید که امروز هم همین حسن قانون در ایران هست. شکر را قیمت کنی پولش بده. اما دیه پادشاهان اشراف به حدود 1000 شتر بالغ میگردید. خانواده مقتول طبق رسم رایج تا هنگام گرفتن انتقام خود را چون بیماران روانی میشمردند و خود را ملزم به انجام اعمالی میدانستند که طبق رسوم بدوی برای خانواده مقتول لازم بود: موی بریدن، گریبان چاک کردن، چهره خراشیدن، بیرون آمدن دختران و پردنشینان جهت عزاداری از جمله اعمال بود. همچنین که فرزندان کلیب هنگامی که او کشته شد چنین کردند. شاعر عرب در این باب میگوید: دیروز از اینکه دختران جوان و نورسیده از خانه ها بیرون آیند و در انزا دیده شدند آتش غیرت ما شعله کشید. وارتان آخرش دعوام میشه و همین شروع نکرده وارتان با چهار انگشتی شده این حضرت عباس انگشت میاره بود. تازه ما به 20 دقیقه هم نرسیدیم. بله، میگوید که بنابراین وقتی که دختران نابالغ واسی که درون بودن پرده میشینن بیرون میامدن، اینها به عنوان عزاداری بود. در واقع چون نیکنگرین این اسلام عزیز پربرکت کاری که کرده استخونبندی اصلی رو از یهود گرفته، بونویسی توران قصصش همه اونجا یوسف و ابراهیم و ارخان و نوح و اینها همه اینها بخشید ساله ایچی نمیگفتید اینها از تورا گزیدیم، رونویسی کردیم. بعد میرسیم به الله. الله را عربا صدا کرده بودن، اینم الله نمونه عبدالله پدر رسول، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، این عبدالله بوده. میرسیم به بهشت جهنم و پر سرا، این از زرتشتی ها گرفتن، این سلمان فارسی یاد میتاد. فرشتگان اصطلاح زرتشت، بهشت جهنم اصطلاح زرتشت، پل صراط اصطلاح زرتشت و عرض میشود که سنن اسلامی مثل ختنه و حلال و حرام و این چیزا همه یهودی، روزه گرفتن و نماز خوندن از نماز خوندن از زرتشتی و روزه گرفتن از مسیحیان، خلاصه هر سبتی یک التقاطی از همه اینها بوده. و حالا بعد خدمت توضیح خواهم داد که چگونه مثل از کنم جمعش های کومونیستی که در یک کشوری وارد شدن ابتدا با فرهنگ اونجا دشمنی میکردن، بعد از کنم که شخصیت های بزرگ فرهنگی رو نصب میکردن، بعد موانع رو برمیداشتن، چگونه اسلام عزیزی شده همین کار رو کرده. منتها تفاوت اینجاست که اینجا یک فرمولی برای گسترش اقتصاد هست، اونجا فرمولی هم نبود. یک دستور عملی برای کار در تمام قرآن شریف ما ندیدیم که آقا کار تشویق شده باشد، که بازرگانی چنین بکنید، کشاورزی چنین بکنید. اینها برعکس میگفتند اون بزرگان دین میرفتن اینجا خیش میدیدند یا وقت کشاورزی میگفتند که ما ندیدیم منزلی که در اون خیش باشد و اون خانواده به ذلت نیفتاده باشد. یعنی باید سوار اسب و شمشیر رفت قارت. بیارید ببینید چند تا دستور برای کشاورزی هست و زراعت هست، نمیدونم برای تجارت هست و برای بازرگانی و زرگری و کارهای دیگه و اینا هست. هیچ. جهاد ابتدا اون چه ثروتمندان عرب دارن میگیریم تقسیم میکنیم بین از کنم بیانساکان مدینه که اسلام به دهنشان شیری شود، بعد هم که نداریم حمله میکنیم به کشورهای دیگه، میگیریم میخوریم میدازیم میخوریم باقا این رومی ها و ایرانی ها رو میگیریم.
غیر از این بوده؟ بفرمایید ببینیم چه بوده. بیاریم ببینیم احکامش کجا، احکام کار کجا، احکام تجارت کجا. جهاد، جهاد و زکات. زکات هم که البته یه چیز اصلی نبود که، زکات هم که همون از کنم که به صورت مالیات ها میگه میگه تو زکات. غنیمت، دنیا اینطور میخواست قید زلال میداد پیدا بکنه. وقتی که عرض شد که زور اینا زیاد شد، این دوستان مدینه ابتدا 70-80 بیشتر نبودن، بعد گفتن آقا غنیمت حلال. شروع کردن هر چه آدم شخصیتش بی انصاف در اطراف بود، دستی توضیح میداد که چگونه دزدی های انفرادی در اطراف مدینه دیگه دیده نشد، چون هم آدم دزدی های جمعی میکردن، سر گردن ها رو گرفتن و کاروانیون رو زدن. و ببینید داستان به کجا بود، که تجارت حرام بوده، سر گردن حلال خدایی بوده. این تاریخ اسلام قول میتونه تبتون زیاد شد، تبتون که زیاد شد مانده بودن یک نوز حرف کنن که جنگ هنینه و طائف و اینها و میریزن سر مکه. یا مکه هم که مسلمون نمیشدن که میگوییم فتح مکه. شما به این لغت فکر بکنید، فتح مکه مثل چنگیز خان که میگه فتح بخارا، این عالی مکه که اینا بازرگانان بودن و ثروتمندان بودن و شیوخ عرب بودن، اسلام نمیخواستن، ریختن سر اینا هر که نشه میکشیمش. خب با فرموش که حالا چی گیر میابونیم، چی دست ما میفتن. حالا ببین جنگ هنر چندین هزار شطور گرفتن به ابو سفیان و بچه‌هاش اینا که اسلام در دهن اینا شیرین بشه و مال مردم. این مطالب رو خدمتتون بدین که عرض کردم که از طرف این اسلامیون و این کسانی که ریح اسلام به شکمشون اونچنان فشار آورده که عقلشون هم زاهل شده است، بدانید که اول اینها جاهل نبودن، جهال در بین اینها البته بود، زمانی که بین ما هست امروز جهال در کشور ما هستن، کسانی که در زندان ها آدم میکشن، شلاق میزنن، سر میبرن، پوست میکنن، اینا جهال ما هستن. ناطق نوری در یک جای میرود نمیدونم مثل ایلام و اون جاهای دهاتی های بیچاره و بیسواد و ناآگاه ما میرن دست میبولند به این سفر ماشینش، اینا همون جاهال ما هست. بنابراین توصیه من به این دانشگاه رفتگان، کسانی که این فرصت و این موهبت رو داشتن که برن به دانشگاه تا کتاب بخونن، این هست که در جهت دیداری اونها بکوشن. روشنفکری در کشور ما خدمت بارها هستن در مبارزه با استبداد هست و این استبداد به خصوص پایش دیداری گیدار کردن مردم هست. روشنگری هست در این ارتباط هست که اینا جنایتکاران هستن. اینا خودا کار بسیار مشکل تر هست. میپرسن چرا اینا توسان قبول نکردن. تفاوت که اینجاست که اون یک داد عرفی بود، این یک استبداد دینی بسیار مشکل تر است. میگویند که همون متحریه کشتن گفته بود چی دستی میخواهد با شمشیر بالا بره به گردن این آخوندها بزن. خودش هم آخوند بود، شنیدم من هم چیزی گفته، سندش رو ندیدم ولی شنیدم حرف فرمایی که گفته باشه. وقت ما در اینجا هم از همه گرامی پایان رسید. با سپاس از باستان گرامی یامک که از دیداره دیست بسیار عزیز و قدیر من آقای غزاره که دیروز کل اینجا آورویدی کردن در باب نجوم و مراقه و این حرف ها دیدار شدن و به حرف های من گوش میدم و این شب سر صدایی نکردم. الحمدلله وقتی در فرقت که اینجا بودم که اتفاها میگفتن حالتا بارم پک کرده بودم. و شما همه هموطنان گرامی سرتاسر گیتی و در کردستان عراق و در قزاقستان دوست محترمی زنگ زدن تماس گرفتن و جاهای دیگر، فردا به جهت مسافرت قربان و بله و کانادا و بله و اروپا و همه جای گیتی، فردا به جهت اینکه من در راه خواهم بود به طور زنده در خدمتتون نیستم، خواهش میکنیم یک برنامه تکراری فردا باشد تا جمعه شب در خدمت شما برویم سراغ سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی و
وزیر بزرگ روزگار سلجوقی. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی، دور باد استبداد.